هالک در مقابل 7 تا از قوی ترین اعضای جاستیس لیگ کامیک. یو رفاق چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدیدی که اومد هستم اینجا چهره امجیه. آقا داخل این ویدیو قراره که هالک کامیک رو که خب خیلی قدرتمندتر از سینماه و اینجور قدرت خیلی خفنش قراره تو معرفی و رو کنم، قراره با 7 از اعضای خیلی قوی جاستیس لیگ مقایسه کنیم و ببینیم که آقا اصلا کدومشون میزنه و کدومشون قوی تره و اینکه از کدومشون حتی شکست میخوره. پس فکر نمی کنم خیلی حرف خاص دیگه مونده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره که بزرگترین حمایت از ماست و اینکه بزن بریم سراغ لیست. خب قبل اینکه به مقایسه اصلی بپردازیم میخوام که سری از فیچر خفن هالک رو براتون بگم. باید بگم که خیلی از افرادی که شما به نظرتون تو مارول قدرتمنده رو هالک شکست داده، از قبیل خود تور که خوفه میکنید خیلی قدرتمنده ولی همون هالک خودمون چندین بار زدتش و خیلی تو کامیونیتی و فندوم خارج بحثه که آقا هالک از تور قوی تره و تو ماکسیمم ریجش تور خودش مثلا میترسه که بخواد با هالک مبارزه کنه. پس به همین دلیل میپردازیم به چند تا از خفن ترین فیتاش که یه سیاره دو برابر زمین رو با مشت نصف کرده. یعنی اون حرکتی که سایتاما اینا میزنن فکر میکنن خیلی خفنن، میگن آره آقا سایتاما سیاره رو نصف کرده و صد آره آقا هالک هم از این کارو کرده، اصلا چیز خاصی براش نیست. رشته کوه 150 میلیون تنی رو راحت میتونه بلند کنه. هالک سیاه چاله رو نگه داشته و هالک یه سیاره رو هولد کرده و باز هم نگه داشته. این بخش خیلی کوچیکی، یعنی دارم تاکید میکنم خیلی کوچیکی از شاکاراش بوده و شاکار خیلی بزرگتری هم داره. حالا ما میپردازیم به اصل لیست و یکم سرگرم کننده تر بشه. نفر اول لیستمون که قرار باش براش مقایسه کنیم و رفته جلوتر خفن تر میشه آکوامنه. آکوامن در برابر هالک. شاید بگید وات، لیست چی که آکوامن آخری اولیشه؟ یعنی اینقدر لیست قویه؟ آره آقا لیست واقعا قویه. باید بهتون بگم که آکوامن از لحاظ فیزیکی هیچ شانسی جلوی هالک نره. یعنی آقا سرعت، قدرت فیزیکی، قدرت درونی و هر چیزی که بخوایم بگیم آکوامن ازش شکست میخوره. ولی یه ابیلیتی جالبی داره که به قدری تاثیرگذاره که شما فکرش هم نمی‌کنید و الان فکر می‌کنید قراره که تساوی بشه مقایسه، ولی میپردازم بهتون که چرا. نیزه آکوامن که الان همتون میگید برو بابا با نیزر که هالک شکست ممکنه نخوره، تو انیمیشن جاستیس لیگ دیدیم که با همون نیزه که افتاد دست ویلنا کل جاستیس لیگ به همراه سوپرمن کامل به فنا رفتن و توی کامیک اون نیزه پوست سوپرمن که رسما بولت پروفه و ضد گلوله است و هیچ چیزی واردش نمیشه رو خراش داده. آره آقا آکوامن عین سگ از هالک شکست میخوره و زوری هیچ جوری بهش نمیرسه، ولی خب درصد کمتری، یعنی مثلا میتونم بگم بهتون که 30-40% شاید ممکنه که آکوامن بتونه بزنه اگه با ماکسیمم پاور سلاحای خودش بیاد جلو. نفر دوم بتمنه. شاید بگید وات، بتمن آکوامن قوی تره؟ آها بذارید این وسط داستان خیلی چاره رو براتون باز کنم. قضیه از این قراره که توی کامیکای کراس اوور مارول و دی سی هالک و بتمن با هم دیگه فایت دادن و هالک داشته با بتمن فایت میداده که بتمن دیده نمیتونه علاوه فیزیکی، خب منطقاً که شما همتون میدونید نمیتونه علاوه فیزیکی هالک رو شکست بده. به همین دلیل یه پویزن یا سم تو هوا آغشته میکنه و ماسک میذاره به دهن خودش. ولی خب جالبی موضوع اینجاست که از فیزیک بتمن نمیتونیم دست کم بگیریم هیچ موقعی. جالبی قضیه اینجاست که با یک لگد خیلی محکم هالک جوری سرویس میکنه که هالک مجبور میشه از اون شدت درد نفس بکشه و اون پویزن یا همون سمایی که تو هوا بتمن آغشته کرده رو هالک استشمام میکنه و هالک اینجا از بتمن شکست میخوره. آره آقا شاید بگید خب وات بابا این خیلی مسخره است، دهن نویسنده ها رو سرویس. آره آقا درسته واقعا دهن نویسنده ها رو سرویس، ولی بتمن هیچ وقت کم نمیاره. میرسه آقا نفر سوم لیستمون کسی جز واندر وومن، لیست داره خیلی خفن تر میشه. کسی که من میتونم بهتون بگم درصد شانس داره جلوی هالک، ولی به نظر من بخوام اسپویلش کنم جلوتر، هالک قطعا واندر وومن رو میتونه بزنه و درصد بیشتری برای هالک تو نسبت به واندر وومن داریم. به چه علت؟ به علت اینکه آقا بحث زور رو بخوایم بیاریم وسط قطعا هالک خیلی قوی تره. بحث مقاومت درونی رو بخوایم بیاریم وسط، هالکی که با اون میلیون ها اشعه گاما ترکیب شده و یه همچی زور و قدرت و توانایی رو به دست آورده و یه همچی بازسازی و ریبیلدی که از جنگ جهانی سومی که همه انسان ها و همه موجودات مردن غیر از هالک تونسته دووم بیاره، رسما واندر وومن همچین کارهایی نمیتونه بکنه. علاوه بر تجربه بخوایم بگیم و فایت نبرد، واندر وومن اونجایی که شانس برای زدن داره.
داره. به چه علت؟ به خاطر اینکه اون گادس آف وار یا همون پرنسس جنگ ها هستش و خیلی تجربه داره، چندین هزار سال نبرد داشته و اگه بخواد خیلی خیلی دیگه آیکیو بزن و محافظه کار باشه، شاید بتونه هالک رو توی نبرد و با خوشش شکست بده. باخته که خیلی خوب تجربهش بیشتره. ولی از لحاظ زور، هالک میزنه. از لحاظ پرواز بخوایم بگیم، واندر وومن حالت پرواز داره و این یه حالت خوبیه برای واندر وومن و سلاحاش که میتونه کمی هالک رو اذیت کنه. ولی خب به نظر من هالک با این شاکاری که بهتون گفتم و اینکه سیاه چاله رو تونسته نگه‌داره، قطعاً واندر وومن رو سرویس میکنه. واندر وومن فیتای خیلی خیتی هم داره که تا حالا خیلی با وقاحت شکست خورده و رقیبش هم که خودتون میدونید خیلی موقع با آکوامن فایت میده و اونقدر چیز خاصی نیستش که بخوام بهتون خیلی گندش کنم. نفر 4 لیستمون کسی نیست جز هال جردن یا همون گرین لنتر خودمون، کسی که میتونه خوب در برابر هالک دووم بیاره. میدونید که تو انیمیشن ها دیدید و توی کامیکا هم هال جردن خیلی مقاومت باحالی داره، به خاطر اینکه سلاح مختلف و شیلدهای مختلفی میسازه. چرت تو انیمیشن های جاستیس لیگ هم ما دیدیم، توی اولین جاستیس لیگ فلش پوینت هر چقدر که به سوپرمن حمله میکرد شیلدهای مختلفی میساخت و رسما تا وقتی که قدرت ذهنیش از بین نمیرفت میتونست از خودش دفاع کنه. هال جردن یه آیتم خوبی داره و اینه که اگه مکسیموم قدرت ذهنیشو بذاره و قدرت ذهنیش به هم نریزه، میتونه تا ابد اون شیلد و اون سلاحی که تونسته با حلقش بسازه رو نگه داره و این قضیه از هالک هم مستثنا نیست و میتونه با سلاحهای خیلی مختلف، یعنی کسی که میتونه کریپتونایت بسازه سلاح خیلی خفنتری هم میتونه بسازه برای زدن هالک، میتونه با سلاح خیلی خفنتری به نبرد هالک بره. ولی اگه بخوام علاوه فیزیکی بگیم، قدرت انگشتری که میده با هال جردن، اگه بخوام علاوه فیزیکی مقایسه کنیم، خب هالک بازم از لحاظ فیزیکی قوی تره و زور هالک نسبت به زوری که گرین لنتر پیدا میکنه خیلی خوب کمتره و به نظر من هالک میتونه که گرین لنتر رو شکست بده. ولی خب بازم میگم این فایت درجات مختلفی داره که توی کامیک خیلی دفعه دیدیم آقا حتی گرین لنتر سوپرمن رو هم سرویس کرده رسما و بیچاره کرده و با توجه به شاهکاراش میتونه جلوی هالک واقعا دووم بیاره. ولی خب از نظر منو بخواید، چون من خیلی واقعا شاهکار هالک رو میدونم، هالکی که یک بُعد و یک دیمنشن رو تبدیل کرده به یه تقدیر بی‌نهایت، یعنی شاید واسهتون حرفم یکم بی‌معنی باشه، خیلی کامیک عجیبه، ولی یه دیمنشن رو تبدیل به اینفینیتی دستینی کرده و واقعا به نظر من هال جردن هم جلوش هیچ کاری نمیتونه بکنه. نفر شماره 5 لیستمون کسی نیست جز فلش، کسی که خیلی رقیب خوبی میتونه واسه هالک باشه و از نظر من فلش هالک رو میزنه. آره آقا درست شنید، فلش هالک رو میزنه. این به این دلیل نیست که ادامه لیست میتونه هالک رو بزنن و من دارم میگم فلش هالک رو میزنه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه من خیلی فیت خفنی فلش خوندم، طرف تونسته رسما یه کاری کنه توی یه سری کامیک خیلی محدود که سرعت براش به عدد بی‌نهایت برسه، هالکی که رسما سرعت خاصی نداره و فقط میتونه پرشه بلند کنه و روی رفلکس خیلی سری واقعا ضعف داره و نمیتونه اونجوری واکنش نشون بده. حالا اینفینیتی پانچ اسپیسی مثل فلش رو هم نگم، این یه مثالی خیلی بخوام عجیب بزنم بهتون، خارج از دنیای مارول و دی سی، توی دنیای ایمیج کامیک و آمنیمنه که اسپیتسری داشتن توی اول قسمت که خیلی مزخرف و اصلا تخم فلش هم نبود، ولی با یه جورای اینفینیتی پانچ یا همون مشت بی‌نهایت دهن آمنیمن رو سرویس کرد، آمنیمنی که از هالک قوی تره. حالا به این میپردازیم که فلش با اون اینفینیتی پانچش یا مشتای بی‌نهایتش، با اون سرعتش، با اون رد و برقاش، سفر در زمانش، حتی تغییر واقعیتش و سفر بین ابعاد و بعدها، به نظر من واقعا هالک نمیتونه جلوش خیلی کار خاصی بکنه. نفر شماره 6 مون کسی است؟ مارشن منهانتر، کسی که ضعف بدی داره. اول میپردازم به قدرتاش، یکی از خفن‌ترین قدرت‌های تلپاتی ذهن رو داره و میتونه دهن هالک رو سرویس کنه، چون هالک توی تلپاتی ذهن و قدرت ذهنی زیاد خیلی خفن نیست و کار خاصی نمیتونه بکنه و مارشن منهانتر خدای این قضیه است. اون میتونه ناپدید شه و غیب شه و بره تو بدن طرف و این خیلی عجیبش میکنه قضیه رو و سرعت خیلی زیادی داره و لیزر داره. ولی خب یه ضعف خیلی بدی داره، اونم اینه که مارشن منهانتر آتیش میگیره و میمیره، یعنی یه کسی که قدرت سوپرمن رو تقریبا میشدن با آتیش و چوب رس
حتما به فنا میره. پس من واقعا اینو یه حریف قلر واسه هالک خیلی نمیدونم و به نظرم واقعا ضعف بدی داره. و در نهایت شماره آخر لیستمون کسی نیست جز سوپرمن. میخوام رفرنس بزنم به کامیکش اتفاقا. توی کراسوور مارول لیستی که قبلا براتون تعریف کرده بودم و ویدیوشو داده بودم، هالک و سوپرمن یه نبرد خیلی استثنایی دارن. خیلی ناموسی. این فایت خیلی بزرگه و جفتشون دهنشون سرویس شده. ولی خب جفتشون چیزای خیلی بزرگی برای دست دادن دارن. اونجاست که فایت خیلی بالا گرفته و جفتشون دهن همو سرویس کردن. سوپرمن با یه دیالوگ میتونم بگم کارو تمام میکنه. میگه که من چیزای بیشتری برای دست دادن دارم. اگه درست یادم باشه تو اون کامیک زنش حامله بود و خواست کارو تموم کنه. اون مجبور شد برای اینکه هالکو شکست بده، دید که هیچ جوره نمیتونه کاری بکنه، یه کوه خیلی سنگین رو روی هالک بکوبونه تا هالک دیگه رسما ناک اوت بشه. از اونجایی که واقعا مشت سوپرمن هم خیلی روش جواب نبود. میخوام از لحاظ ابیلیتی بهتون بگم لیزر، اشعه ایکس ری و دید نامرئی، سرعت خیلی زیاد در حد سفر در زمان و ابیلیتی خیلی مختلفتر، زور خیلی بیشتر از هالک به خاطر بلند کردن جسم ابدی اسپکتر و بلند کردن کتاب بی‌نهایت که زور بی‌نهایت میخواد و هزاران ابیلیتی دیگه. به اینکه یه جوری میتونم بهتون بگم اونم مثل هالک نامیراست و بازسازی میشه. ولی خب در نهایت سوپرمن به نظر من هالک رو میزنه. بازم آقا من دارم بهتون میگم که خود کمیکای مارول و دی‌سی نبرد این دو تا رو یه نبرد خیلی سخت گذاشتن. پس اگه فکر می‌کنید این نبرد راحت و آسونه، واقعا اسکولید. همین دیگه. اگه کسی یادم رفته بود یا به نظرتون اشتباه میگفتم و هالک میزنه یا اون یکی میزنه از جاستیس لیگ هالک رو، حتما برام بنویسید که اگه منطقی بود اصلاحش کنم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. شما میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب بزرگ حمایت از ما بکنید. و همین دیگه، تا ویدیو دیگه، بدرود.